شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی اینجا در استودیو با ماست. خانم برادوس، اینطور به نظر میاد که مقامات آمریکایی همچنان دارن از اسرائیلی‌ها حمایت میکنن، ولی یه ششون هم به ساعتشونه که زودتر تموم بکنید، برای اینکه بحران داره خیلی فراتر میره، تعداد کشته‌ها زیاد میشه، کشتیرانی بین المللی به اختلال افتاده نظامش و نمیتونیم خیلی طولانی به نظر حمایت بکنیم از شما. ببین، تو دیدارهای سیاسی همیشه اینجوریه، چیزی که جلو دوربین دارن میگن با چیزی که پشت پرده دارن صحبت میکنن 100% متفاوته، چه بادی لنگویجشون چه حرفاشون متفاوته. چیزی که از حرفای آستن دیدیم و حرفای وزیر دفاع اسرائیل دیدیم این که هیچ زمان محدودی وجود نداره و آستن هم گفت خب ما کاملا داریم حمایت میکنیم، ولی خبرهایی از حرفایی که پشت پرده داره انجام میشه بین دو تا کشور اینه که آمریکا داره فشار بیشتر میکنه، شما باید محدود کنی، باید تمام بشه این جنگ تر که این جنگ به غزه محدود بشه. و اینکه خب من داشتم صحبت‌های آستن گوش می‌کردم، تو دو سه جا داره امتیاز میده به بایدن، یعنی اینجا این صدا رو به گوش ما میرسونه که بله، داره سعی میکنه برای بایدنی که تقریبا چه در داخل آمریکا چه خارج آمریکا موقعیتش بد شده به خاطر این حمایتش، داره امتیازی میده. یکی از امتیازاتش این بود که گفت خب با کمک و تدابیر بایدن شده که این همه هاستج یا این گروگان‌ها آزاد شدن و کمک دولت بایدن شده که الان داریم به یک گفتگوی داریم صورت میگیره که موضوع هیومن رایت یا موضوع بشری یا کمک‌های بشری به غزه هم در نظر گرفته بشه. حتی برمیگردیم به جک سالیوان هم که آخرین دیدارش هم که جمعه بود و تونستند خب به یه نتیجه‌ای برسن بین اسرائیل و مصر و قطر که اون دروازه کرم شروم را باز کنن که از 7 اکتبر تا الان بسته بود، چون که می‌دونیم اون دروازه است که دروازه اصلیه برای اینکه مواد وارد غزه بشن. وزیر امنیتی هم باید مثلا رفق چک کردن امنیتیش هم وقت گذره، هم تسهیلات بیشتری رو میخواد. و اینو وقتی جک سالیوان هم گفت خب به خاطر این کمک‌هایی که کریم، یک موفقیتی برای آمریکا بوده که تونسته اون دروازه رو باز کنه و این کمک‌های بشردوستانه به داخل غزه بیاد. یعنی سعی میکنن در حین این که دارن میگن ما ساپورت میکنیم اسرائیل تا آخرین لحظه، از این موردایی هم که پیش میاد استفاده کنن به عنوان یک وجه مثبتی که آمریکا داره بازی میکنه که بتونه محدود کنه. ولی میدونیم که خب تو جنگی که در چنین منطقه‌ای هست با این جمعیتی که همه الان در جنوب هستن و جنگ در جنوب هست، 100% تلفات انسانی زیادی خواهیم داشت. برای اسرائیلی‌ها هم به خصوص برای دولت فعلی هم به گمانم نگرانی بزرگیه، نه؟ برای اینکه از یک طرف میبینن بزرگترین کشتار از زمان هولوکاست به این سمت رو تجربه کردن در 7 اکتبر، از طرف دیگه درسته که ایالات متحده در عیان از اونها حمایت میکنه، ولی بالاخره شرط و شروطی هم داره برای این حمایت و واقعا بدون آمریکا کشور دیگری نیستش که تا این اندازه بتونه از اونها حمایت کنه. برای آمریکا میدونید خب خیلی وقتا در این صحبت شده خب آمریکا از اسرائیل حمایت میکنه چون که منافع اسرائیل، منافع آمریکا، منافع اسرائیل و لابی های اسرائیلی و اینا باعث شده. ولی فراموش نکنیم اسرائیل یکی از همپیمان های قوی برای آمریکا در منطقه هم هست، یعنی هر کسی پشت کنه به آمریکا اسرائیل هیچ پشت نمی کنه. یعنی به عنوان یه اکتر اصلی هم در منطقه از حفظ کشور اسرائیل، چیزی که آستن در حرفاش گفت که گروهی مثل حماس که بخواد اسرائیل رو نابود کنه 100% باید از بین بره، یا حرفی که حتی وزیر خارجه بریتانیا و آلمان در مقاله‌ای که با هم نوشتن در مورد آتش بس و این که بخوام با حماس گفتگو کنن صحبت نکردن، گفتن موارد حقوق بشری باید در نظر گرفته بشه و این صحبت پایدار باشه، ولی اسرائیل حق داره که حماس رو از بین ببره. یعنی از یه طرف دارن میگن مسئولیت رو از رو دوش خودشون برمی‌دارن، بانوان کشورهایی که خب می‌دونید بریتانیا از شورای امنیت وقتی که می‌خواست رأی بده علیه یه آتش بس اعلام کنن غایب بود، یعنی اینکه راحت‌ترین راه انتخاب کرد، نه رأی نه وتو کرد نه حضور داشت. یعنی این کشورها، تنها آمریکا نیست که داره اینجوری رفتار می‌کنه. خیلی‌ها به نظر من اینو اینجوری خوندن، این مقاله وزرای خارجه آلمان، بریتانیا و آلمان رو که دارن فشار وارد می‌کنن به نتانیاهو، ولی به نظر من تو گفته‌شون دارن فشار وارد می‌کنن که حماس نباید هیچ آینده‌ای در فلسطین داشته باشه و اینجا راه رو باز میکنه برای پلن‌های بعد از حماس در غزه. و برای همین هم هست وقتی که شما می‌بینید حماس، یکی از رهبرانش با رویترز دیروز صحبت کرده بود، گفته ما آماده هر گونه گفتگویی هستیم که تجاوز اسرائیل رو به پایان برسونیم. ولی اینجا جبهه جدیدی هم داره باز میشه. به نظر من هر چقدر جنگ غزه داره به پایان نزدیک میشه، حالا آخر این ماه و اوایل ماه جنوری، اینجا اسرائیل
یعنی احتمالات اون مرحله جنگی که در لبنان وجود داره اینجا شاید شدیدتر بشه اون جبهه و باعث بشه حتی افکار عمومی اسرائیلی هم به اونجا بره، افکار جهانی هم به اونجا بره. به نظر من اینجا داره یک پروژه‌ای درست میشه که مرز لبنان و اسرائیل ممکنه تنش اونجا بالاتر بره، یه تنشی که اسرائیل میتونه کنترل کنه و اونجا به منافع خودش برای فرصتی که بتونه حزب الله رو از اون مرزهای شمالی خط آبی که غیر قانون برخلاف اون قراردادهای قانون توافقات جهانی اومده اون مرز، از اون مرز بیرونش کنن. اینجا هم یک مرحله ایه که به نظر من تو آینده این تنش ها رو خواهیم دید. ممنونم از شما، شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی اینجا در استودیو.